اتباع غیرمجاز چگونه از خدمات بانکی استفاده کند؟ اقدامات غیرمجاز اتباع افغان غیرقانونی در ایران ادامه دارد به نام خدابند خداوند بخشاینده و مهربان سلام و عرض ادب خدمت های خوبی آواز افغانستان خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما بیننده های خوب ما قرار دارم با یک دیگر از برنامه های مهاجرتی چنل یوتیوب آواز افغانستان همتون عزیز اگر هنوز چنل ما را سابسکرایب نکردین لطفا چنل ما را سابسکرایب بکنین و با دوستاتون به اشتراک بگذارید امروز بریم در پیوند به که اقدامات غیر مجاز اتباع افغانی غیر قانونی در ایران صحبت بکنیم یک گزارش را تهیه کردیم از تازه نیوز میریم همین گزارش می خوانیم با شما دوستای عزیز و دوباره در خدمت شما قرار داریم اقدامات غیرمجاز اتباع افغان غیر قانونی در ایران ادامه دارد دبیر کانون بانک ها به با مؤسسات خصوصی گفت اتباع خارجی وقتی اقامت می گیرن و به اصطلاح رجیستر می شوند می توانند از خدمات بانکی از جمله دسترسی به کارت های بانکی استفاده کنند اما غیر قانونی ها کارت های بانکی را اجاره می کند با گزارش تازه نیوز محمد رضا جمشیدی در گفتگو با الینا درباره این که چی گونه این تعداد اتباع غیر قانونی افغان از خدمات بانکی استفاده می و کارت بانکی دارند اظهار داشت اتباع خارجی وقتی اقامت میگیرند و به اصطلاح رجستر می شوند از خدمات بانکی از جمله دسترسی به با کارت های بانکی استفاده کنند اما غیر قانونی ها کارت های بانکی را به با اجاره می گیرند دبیر کانون بانک ها و مؤسسات خصوصی تاکید کرد هرچند نظارت و کنترل های اینچنینی و وجود دارد اما در واقعیت توافقات برای موضوع کارت های قابل کنترل و شناسایی نمی باشد دوست عزیز همتانان گرامی همونطوری که شما در جیران هستین اونایی که البته در ایران زندگی میکنن بیشتر این موضوع را خبر دارم ما که فقط گزارش ها را دنبال میکنیم سایت های خبری و منابعی که داریم پرسان میکنیم اما اونایی که شما در ایران زندگی میکنین و از نزدیک میبینین کسایی که غیر قانونی هست اونا طبعا نمیتونه کارت بانکی داشته باشن نمیتونه سیم کارت داشته باشن نمیتونه از خدمات بانک استفاده کنه و اینا چگونه واقعا کارت بانکی را از کجا میگنه چون محله های خرید اکثرا با کارت بانکی انجام میشه نانوایی ها با کارت بانکی میتونن نان بگیره فروشگاه ها همچنین با کارت بانکی یعنی این همه اطبای غیر مجاز چگونه از خدمات بانکی استفاده میکنه این سوال هست که واقعا برای همه مطرح هست اما دبیر کانونی بانک ها گفتن که اینا میره کارت ها را اجاره میکنه مثلا یک رفیقش شگر قانونی هست میره و از چند تا بانک کارت میگیره میره برای سه چهار تا دوستای خودم میته و اینا ماهانه در بدل همه کارش برش پول میده این ای که چقدر تومن برای اونها میدهد هنوز معلوم نیست حالا شاید نظر به توافقاتی که اونا بین خود داره یا شاید اکثرا کارت بدون هزینه تقدیم به یک دوست خود بکنن به یک فامیل خود بکنن یا هم صاحب کارهایی که اینا برایشان کار میکنن اینا برایشان کارت بانکی آماده میکنن به هر نحوی بالاخره این کارت ها را اینا به دست دبیر کانون بانک ها گفتن در این زمینه نظارت های وجود دارد اما خوب نمیتونه توافقاتی که بین اینا صورت بگیره اینا اونا را شناسایی بکنه که کارت حتما از فلانی شخص هست یا نیست این چگونه به دستی ای رسیده این موضوع شناساییشان واقعا کار مشکل هسته شما بگین همتون عزیز اونایی که غیر مجاز هستین کارت از کجا به دست آوردین شما چگونه کارت به دست آوردین کی برای شما کارت آماده کرده خب سلامت باشین تا برنامه های آینده شما خوبانه به خداوند یک تا میسپارم خداوند یار و شما